در ادامه برنامه صبح و زندگی با شما عزیزا هستیم و تشکر میکنم که تا این دم بخشای مختلف صبح و زندگی را به خاطر دیدن انتخاب کردین. ساعت دوم برنامه است و فراموش نکنین که امروز هم خبرهای بسیار تازه از دنیای سینما می داشته باشیم با همکار بسیار خوب ما حبیب جان ناظم که خبرهای جالب را از دنیای سینما آماده کرده و تقدیم ما شما خواهد کرد. ولی فعلا مهماندار هستیم آقای ادریس رسا روانشناس بسیار عزیز بازم با ما هستن از طریق اسکایپ برنامه و صحبتایشان را در رابطه با اینکه چطور میتونیم افکار منفی را از ذهن خود دور بسازیم با ما شریک میکنن و این بحث را رویا جان همراهشان پیش خواهد برد. بله دیگه در شروع برنامه ما یادآور شدیم در ارتباط با استاد محترم ادریس رسا که از طریق اسکای وصل میشن و صحبت های خوبشان را شریک میسازن و راهکارهای مفید همراه ما شریک میسازن که ما واقعا کدام راهکار را انتخاب کنیم که افراد منفی نگرم دور بسازیم از زندگی خود ما و واقعا کاملا بیاییم و افکار مثبت جایگزین افکار منفی کنیم. این راه حل چی ها میتونه باشه استاد بر ما توضیحات بیشتر می داشته باشن. سلام استاد صبح بخیر. سلام عرض ادب صبح بخیری خدمتتان رویا جان خدمت دکتر صاحب خدمت همه بینندگان برنامه زیبای شما. سلامت باشین استاد انشالله که روزا بخیر میگذره. سلامت و جور باشین ها انشالله خوب است و با گرمی هوا و بی‌برقی چی حال دارین؟ گرمی هوا خوب است و باز هم ناشکری نمیکنیم شکر میکشیم و همین روزی که سر سوژه که بحث میکنین میشه آدم اما نیم پر گیلاس حبیبی نشکر خدا خوب است. وضعیت ها ادقل یک اهمیت نسبی در این شرایط امروزی نسبت به یک هفته یا چهار پنج روز قبل بهتر شده. فضل خدا خوب است. مشکلات می باشه جوامعی که دولت گذار از یک مرحله به مرحله دیگر است عموما با بحران های روبرو است که افغانستان هم از این مسئله و دور بوده نمیتونه. بازم شکر میکشیم به هر حالت شکر میکشیم و تلاش میکنیم که بهتر شده بره. شکر استاد که شما خوب هستین و دعا میکنیم که از این بعد هم اوقات و لحظات همگی ما و شما به خیر و سلامتی سپری شود. و استاد طوری که شما صحبت کردین در این شرایط که از یک طرف گرمی از یک طرف بی‌برقی از یک طرف شاد و قدر شرایط خوب نباشه ولی بازم گپ‌های امیدوار کننده زدین و داشتین برای ما. بیاین در ارتباط با همی افکار منفی بگوین چرا حالا اکثریت خودشان واقعا درگیر این مسائل کردن و این افکار منفی رو چرا قدر آمدن و پرداز دادن و گسترش دادن و همیشه منفی نگر شدن عادت شان شدن؟ رویا جان سوژه خوبی است واقعا با ارزش است. امروز خود افکار منفی یا دیدگاه منفی از دغدغه‌های جبران ناپذیر بشریت شده خصوصا در کشورهای جهان سوم که مثل ما در حالت گذار قرار داره با افکار منفی بیشتر دست پنجه نرم میکنه. نه تنها ما یک موضوع را میخواییم به دوستا داشته باشم که کشورهایی که در حال تغییر از یک مرحله به مرحله دیگر است یکی از مشکلات اساسیشان بحران هویت است. عموما ما زمانی به افکار منفی روبرو میشیم یا به ما رخ نمیکنه به ذهن ما که ما با بحران هویت یا بحران شناخت خود ما روبرو میشیم. از عوامل اساسی افکار منفی در انسان ها نداشتن اعتماد به نفس خود شخص است و در کنار از این مسائل دیگه ای که وجود داره ای است که افکار از اساسی ترین یا اندیشه یا فکر از اساسی ترین عوامل زنده نگه داشتن انسان ها بوده که تفاوتش با تمام موجوداتی که در روی زمین است متغیر می سازه یا تغییر می تبنه. امروز به عنوان مشکل اساسی و به عنوان یک بیماری روانی را در افکار اشخاص مورد بررسی قرار می تن و مورد پژوهش قرار می تن و حتی در بعضی موارد مورد درمان قرار میده. در کشورهای بیرونی بر از این مسئله بسیار رسیدگی میکنند و این مسئله را بسیار سرش کار میکنه و نتیجه ملموس هم در بعضی اوقات از این گرفتن و تانستن که مشکلات خود برطرف کنن و در کنار از این خود ریشیابی از این را در جوامع غربی یا در کشورهایی که پیشرفته هستند این را بیشتر میرن به عوامل اصلی از این رجوع میکنن که از لحاظ ارثی هم تأثیر گذار میباشه از لحاظ خانوادگی و محیط و ماحولی که ما در روز زندگی میکنیم که روزمره از زندگی ما در او سپری میشه از جمله صنف درسی ماست، محل کار ماست، محل زندگی ماست، خانواده ماست و یک مقدار از لحاظ ساختاری ژنتیک هم بالا از این
تاثیرگذار می باشد. یا به او اساس دلایل از این وقتی که پیدا میکنن میبینن، باز به اساس از او راهکارا را برش طرح میکنن. دیروز مطلبی را خواندم، یکی از گپایی را که میگه میخواین به اساس روان درمانی با انسانایی که با مشکلات روحی و روانی روبرو هستن با اینا میخواین کار کنین، اولی سوال ازشان بعد پرسیده شوه آیا میخوای این موضوع برطرف شوه، کنار از این کنار شوی یا دور شوی. اگر قبول کرد اقدام به فعالیت یا به درمان شروع شود، در غیر از او نیاز نیست. تا چرا خود انسان قناعت نکنه، خود انسان قبول نکنه، به هیچگاه نمیتونه به او برسه. و به می اساس است که مهمترین رکنی را که روانشناسا به کسایی که افکار منفی داره او را به نام توقف فکر یا تکنیک ها یا تاکتیک های توقف فکر یا افکار منفی نامگذاری کردن که در اکثر موارد تانستن مشکلات برطرف کنه و نتایج مثبت بگیره. و در کنار از این از عوامل عمده و اساسی که میتونه بالای انسانها تاثیرات بسیار شدیدی را بگذاره استرس است. افکار منفی یکی از مشکلات اساسیش استرس است که به انسانها وارد میکنه و استرس بزرگترین دردش به وجود انسان همیست که مغز هر روز خورده میره. یعنی به نحو موریانی مغز استرس است. اما قسمی که ما در دیوار میبینیم که موریانه میشه، خاک خورده میره تا بالاخره دیوار از بین میره، مغز هم استرس هم مغز خاصیت موریانه را داره که در مغز جابجا شد، آهسته آهسته او را از بین برده میره و کوچک ساخته میره. این کوچکی سبب از این میشه که در آینده باز با مشکلات زیادی روبرو شد. بدون شک استاد، نکات مهم و خیلی ظریفی را شما بیان کردین که شاید اکثرا متوجه موضوعات نشدن و شاید هم همه قدر درگیر افکار منفی هستن، شاید متوجه نشدن که واقعا چرا و چگونه ما قدر منفی نگر هستیم. استاد، یک موضوع دیگه هست. ما میبینیم که در این اواخر نام خدا تعداد زیادی از افراد هستن که خیلی دخالت میکنن و همیشه به جای که بیان برای درست یک نفر را تشویق کنن، کوشش میکنن که او را خرابتر بسازن و برای منفی اونا را تشویق میکنن. ما چگونه این افراد را بشناسیم و چگونه اینا را از زندگی خودمون دور نگه داریم؟ یگان تا اصلا جرأت چه ندارن برای او افراد چیزی بگوین، چی کار کنن، اونا مشکلشان چگونه حل کنن؟ ما قبل از اینکه به پرسش پاسخ بدم رویا جان، مشکلاتی که از خود افکار منفی به وجود انسان تاثیرات خود میگذاره جدا از استرس، اینا را یک اشاره کوتاه میکنم بعد از اون بحث که وقت ما کم مانده. خوب هستم. مهربانی. چند موردی را که افکار منفی به وجود میاره، اولی موضوعی است که آرامش درونی انسان ها را از بین میبره. وقتی که آرامش درونی از انسان به دور شد، دیگه باز در مسائل تصمیم گیری دوچار مشکل میشه. یکی از گپایی را که حالا یک رب بتیم به او که افرادی که در کنار آدم میه افکار منفی میداشته باشن یا افراد منفی نگر هستن، اینا آرامش از ما میگیره. وقتی کارامش از ما گرفت، دیگه ابدا ما نمیتونیم باز به مسائل درست زندگی تصمیم گیری کنیم. به می اساس است که ما در قدم نخست افرادی که بر ما آرامش ما را از ما میگیره یا ما را در نارامی قرار میده، در یک تنگنا قرار میده، اولی تشخیص همیست که او افکار انسانای منفی است. کسایی که آرامش ما را از ما گرفت، افکاری که از ما آرامش ما را گرفت، بفهمیم که افکار منفی است، بعد از او افکار همون لحظه کنار بگذاریم. ما با سه مسئله در افکار مواجه هستیم یا در پدیده هایی که با ما روبرو میشه. در نخست میگه تلاش کنی که تغییر بتین افکار یا موارد یا پدیده هایی که بر ما میاد، اول تغییرش بتین. در قدم دوم زمانی که تغییر ندادیم، خود هماهنگ بسازیم، اینه در یک تفاهم با او قرار بگیریم. در صورتی که این رام صورت نگرفت، نتانستیم نتیجه بگیریم، از او کنار بریم، یعنی انحراف بتیم مسیر ما را. که از این لحاظ افرادی را که ما میخواییم بشناسیم که افکار منفی داره یا منفی نگر است، بله، اولین موضوعی که نقش بازی میکنه، پیشتر هم گفتم، مسئله اساسی شمیست که آرامش درونی ما را از ما میگیره. زمانی که انسان ها آرامش شان ازشان گرفته شد، دیگه هیچگاه نمیتونن درست تصمیم گیری کنن و افکار منفی آهسته آهسته ذهن انسان خراب میسازد. دوم مسئله ای که افکار منفی میت انسان ها را افسرده میسازد و به نحوی به انزوا میبره، که یک تعداد از افرادی که در کنار ما بیا ما را تقریبا به انزوا دعوت میکنه، بله، گوشه‌گیری را میگیره و خود از اونام به نحو افسردگی دارن که با هیچ چیز سر سازگاری نداره، با افکار منفی حتی زندگی خود دیگرگون ساخته و مشکل مواجه ساخته.
شما زنده و سلامت باشین. سلامت انشالله در برنامه بعدی دیگه ادامه صحبتهایتان را شریک میسازیم با بیننده عزیز ما. وقت خوش برتان میخوایم استاد. خدا نگهدارتان باشه. خدا نگهدار. اوقات سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.